خبر تعطیلی شبکه من و تو این روزها سر و صداهای بسیاری رو در فضای مجازی به همراه داشته. هرچند کیوان و مرجان عباسی مالکان این شبکه در بیانیه این مشکلاتی رو سبب تعطیلی این شبکه عنوان کردن، اما افشاگری امید خلیلی مجری پرطرفدار این شبکه درباره دلیل تعطیل شدن من و تو بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته. در ادامه این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. تعطیلی شبکه فارسی زبان من و تو یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری فارسی زبان در روزهای گذشته بوده. مرجان و کیوان عباسی مالکان شبکه من و تو در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 22 آبان 1402 منتشر شد اعلام کردند که احتمالاً از ژانویه 2024 شبکه من و تو تعطیل خواهد شد. اونها عدم موفقیت در درآمدزایی و مشکلات مالی رو به عنوان دلیل اصلی تعطیلی شبکه من و تو عنوان کردند. مدیران این شبکه تلویزیونی در اطلاعیه‌ای که روی کانال تلگرامی این شبکه منتشر شده نوشتند تداوم بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی اقتصادی در منطقه ادامه این مدل تلویزیون تجاری رو ناممکن کرد و ما رو از رشد، گسترش و درآمدزایی در این صنعت در حال تحول ناتوان کرد. طی همه این سالها ایده های متفاوتی رو برای کسب درآمد به کار بردیم، اما متاسفانه تا به امروز هیچ کدوم نتیجه بخش نبودن، با وجود اینکه همواره در حفظ جایگاه خود به عنوان رسانه فارسی زبان ماهواره‌ای برتر از لحاظ تعداد مخاطب موفق بودیم، اما در تأمین نیازهای مالی لازم برای ادامه فعالیت تلویزیون در سالهای پیش رو با مشکلاتی روبرو شدیم. در نهایت امروز به این نقطه رسیدیم. مالکان شبکه تلویزیونی من و تو تأکید کردند در صورتی که مجبور به پایان کار خود باشیم، این اتفاق زودتر از آخرین روز ماه ژانویه سال آینده نخواهد افتاد. در بخشی از برنامه اتاق خبر این شبکه توضیحاتی درباره دلایل تعطیلی احتمالی من و تو مطرح شد. خبر تعطیلی احتمالی شبکه من و تو در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت و کاربرا تئوری‌های مختلفی رو در خصوص علت این تعطیلی مطرح کردند. همچنین این خبر بهونه‌ای شد تا برخی کاربرا به مرور عملکرد این شبکه طی این سالها بپردازند و برخی هم نقدهای تندی به این شبکه فارسی زبان خارج از ایران داشتند. در پی انتشار این خبر برخی مجری‌ها و چهره‌های شناخته شده این شبکه پیام‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و احساساتشون رو با مخاطباشون در میان گذاشتن. برخی مجریان این شبکه هم با صحبت در مورد احتمال تعطیلی این شبکه احساساتی شدن و بغض کردن. هنوز مشخص نیست در صورت تعطیلی فعالیت‌های این شبکه تلویزیونی آیا فعالیت من و تو در شبکه‌های اجتماعی هم ادامه خواهد یافت یا نه. اما کمی بعد در یکی از برنامه‌های شبکه من و تو به نام امید ای ام، امید خلیلی مجری مشهور و متعصب این شبکه حضور یافت و حرف‌های احساسی و جنجالی رو مطرح کرد. اون گفت ما یه اسپانسر داشتیم که 14 سال از ما حمایت کرد. حالا تصمیم گرفته حمایت نکنه. این شخص به ما گفته تا الان فلان قدر پول به شما دادم، تا کجا و کی باید حمایت کنم تا شبکه شما به سود برسه و سرمایه منو پس بده. ما میتونستیم با آمار و ارقام دروغ همچنان این شخص رو گول بزنیم و یکی دو سال دیگه شبکه رو سرپا نگه داشت، ولی این کار نه اصولیه و نه واقعا چشمانداز روشنی در پیش روی این شبکه است. ما مسلماً اگه اسپانسر جدیدی پیدا کنیم میمونیم. اون اعلام کرد دست‌های پشت پرده و مسائل سیاسی پیرامون تعطیلی شبکه من و تو وجود نداره و مشکل این شبکه به صورت شفاف به مردم اعلام شده و فقط مشکل مالی یا به عبارتی قطع بودجه از جانب حامی مالی این شبکه است.
در این شرایط حساس سیاسی حاکم در ایران و یا در منطقه وقتی شبکه مناطو تصمیم میگیره فعالیتش رو قطع کنه، این نشون از این داره که به هیچ جناحی وصل نیست. وگرنه خیلی ها میگن بودجه ما رو مثلا اسرائیل داره تهیه میکنه. خب الان وقتی اسرائیل توی جنگه به وجود شبکه ما که باید بیشتر نیاز داشته باشه و تریبونی در بین خانواده های ایرانی داشته باشه و صداشو به همه فارسی زبون ها برسونه، ولی اینطور نیست و هیچ کس یا کشور یا فرقه ای پشت ما نیست. شبکه مناطو رها و آزاد بود و صرفاً اون چرا که میپنداشتیم درسته و به میهن ما ایران کمک میکنه اجرا میکردیم. در ادامه امید با بغض دردناکی میگه ما حتی با تعدادی از همکاران به اتاق کیوان عباسی مدیر این شبکه رفتیم و اعلام کردیم حاضریم بدون حقوق کار کنیم یا اصلاً به کمک همدیگه خرج و مخارج شبکه رو هم تأمین کنیم، اما آقای عباسی قبول نکرده. آقای خلیلی تأکید کرد که این شبکه هرگز کارزاری برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به راه نخواهد انداخت و هر گونه تلاش برای راه اندازی چنین کارزارهایی رو بیهوده دونست. خانم تینا قاضی مراد از کارکنان مناطو که مهمان برنامه امید ای ام بود هم در خصوص تعطیلی شبکه گفت مناطو یک کسب و کار تجاری بوده و این شبکه دیگه سوداوری نداره، به اصطلاح ورشکست شده. بعد از انتشار خبر تعطیلی شبکه مناطو، امید در استوری اینستاگرامش نوشت شاید پایان کار مناطو فرا برسه، مثل هر آغاز دیگه‌ای که پایانی خواهد داشت. شاید هم محکم و استوار به حضور ادامه بدیم. سوغات فردا هرچی باشه برای من چیزی جز غرور و سربلندی در پی نخواهد داشت. 14 سال با هم ساختیم، یاد گرفتیم، تماشا کردیم، خندیدیم و البته که گاهی هم گریستیم. همه با هم بودنها حتی از پس هزاران کیلومتر فاصله عطر و بوی وصال داشت. به ویژه واسه من این که سالها از جدایی در بی در کجا سیلی می‌خوردم. اگه قرار شده این آخرین فصل با هم بودنمون باشه، باید شادترین باشه، بهترین باشه، گرچه در دل بغض میتپه به جای نبض. امید خلیلی از نخستین مجریهای شبکه مناطو در بد و شروع فعالیت در سال 2010 بود. اون به عنوان مجری و تهیه کننده وارد این برنامه شد و به همراه ندا جناب چهره محبوبی در این شبکه داره. امید خلیلی در شبکه مناطو مجری برنامه هایی مثل بفرمایید شام، مناطو پلاس، آفساید، رختکن و نوروز 94 مناطو، شعر یادت نره و جواب بوده. همچنین ویژه برنامه های جام جهانی فوتبال برزیل و روسیه و تهیه کنندگی برنامه مردان دیروز حشمت مهاجرانی و امام علی حبیبی رو در کارنامه داره. اون در اواخر سال 98 خورشیدی به دلیل مسائل شخصی و اختلافات با کیوان عباسی، مدیر شبکه مناطو از تلویزیون مناطو جدا شد و در یه شبکه اینترنتی رادیویی به نام رادیو هوی مشغول به کار شده و مشغول ساخت برنامه‌های رادیویی شد. اما اون در 21 مهر سال 1400 خورشیدی طی یه پست در پیج اینستاگرامش خبر از بازگشت دوبارش به شبکه مناطو و رفع کدورت‌ها و آشتی با مدیر این شبکه داد و اعلام کرد به زودی با برنامه‌های خود روی آنتن این شبکه خواهد رفت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگه می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.